انتقاد ژائو از عملکرد تیم ترا در مواجهه با سقوط این پروژه. مدیر عامل FTX پروژه ترا به بدی کلاهبرداری استارتاپ نبود. حجم معاملات لونا در 24 ساعت گذشته 200% افزایش یافته است. آیا لونا بخریم یا نه؟ آیا لونا میتونه به 1 دلار برسه یا نه؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به لونا رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید تا هیچ یک از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. انتقاد ژائو از عملکرد تیم ترا در مواجهه با سقوط این پروژه. ژائو مدیر عامل صرافی بایننس میگوید که از نحوه مدیریت ترا در زمان سقوط دارایی بومی این شبکه و کوین دلاری آن ناراضی است. ژائو هم در توییترش نوشته که بایننس با تیم ترا تماس گرفته و پیشنهاداتی برای کاهش بحران به آنها ارائه کرده است. او میگوید بایننس همیشه هدفش این است که بی‌طرف کمک کننده و محافظ همه کاربران و همتایان خود در صنعت ارزهای دیجیتال باشد. ما معمولا از اظهار نظر درباره پروژه‌های دیگر خودداری می‌کنیم، اما این بار این قانون را زیر پا می‌گذارم. او میگوید که از نحوه برخورد و عدم رسیدگی تیم ترا به سقوط کوین USD و توکن لونا بسیار ناامید شده است. ژائو در ادامه افزود که بایننس از تیم ترا درخواست کرده تا شبکه را دوباره راه اندازی کرده و با سوزاندن لوناهای ضرب شده اضافی ارزش USD را بازیابی کنند. او میگوید که برخلاف یک ارز دیجیتال که مسئولانه با بایننس در ارتباط بودند، تیم ترا هیچ پاسخی به آنها نداده است. مدیر عامل FTX پروژه ترا به بدی کلاهبرداری استارتاپ نبود. مدیر عامل صرافی FTX در توییتر خود اظهار داشت که پروژه شکست خورده، بلاچین ترا به بدی کلاهبرداری معروف استارتاپ بیوتکنولوژی نیست. مدیر عامل FTX با رد این ایده که پروژه ترا میگوید که ترا نمونه ای از شور و شوق و هیجان همراه با بازاریابی بد بود. استارتاپ آزمایش خون تحت فرمان الیزابت در حال ارائه فناوری انقلابی بود که میتوانست تعداد زیادی آزمایش روی قطره خون انجام دهد. این آزمایش در ماه ژانویه یعنی 2400 به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاری مجرم شناخته شد و وکلای او نتوانست متقاعد کنند که او واقعا به این فناوری اعتقاد دارد. حجم معاملات لونا در 24 ساعت گذشته 200% افزایش یافته است. حجم معاملات لونا در 24 ساعت گذشته شاهد بهبود خوبی بوده و حدود 200% افزایش یافته است. سقوط لونا تنها در 7 روز اتفاق افتاد و قیمت آن از 85 دلار در 5 می یعنی 15 اردیبهشت اکنون به حدود 0.03 با سقوط ارش کوین USD به زیر 1 دلار که دلیل اصلی سقوط شدید لونا بود. حجم معاملات روزانه این توکن در 13 می یعنی 23 اردیبهشت به 178 میلیون دلار کاهش یافت. با این حال اکنون با هجوم سرمایه گذاران کوتاه مدت به دلیل رشد 600% لونا در روز گذشته، حجم معاملات روزانه این ارز دیجیتال با 200% افزایش یا افزایش به حدود 6 میلیارد دلار رسیده است. اما اظهارات ژائو مدیر عامل صرافی بایننس درباره پروژه لونا. به گزارش وبسایت کریپتو، ژائو مدیر عامل صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در دنیا، در شبکه توییتری اقدام به انتشار دیدگاه خود در رابطه با رخداد اخیر در رابطه با اکوسیستم ترا و به خصوص توکن بومی آن لونا کرده است. از آنجایی که اولویت ما در بایننس حفاظت از کاربران است، تصمیم بر آن شد که معاملات لونا و USD را تعلیق کنیم. اما دوباره از حال تعلیق درآورده شد تعداد بسیار زیادی رمزارز لونا به سبب نقص‌هایی در طراحی پروتکل ترا که کل شبکه را حال تعلیق درآوردند و در نتیجه هیچ برداشت و یا واریزی صرافی مؤثر نیست. برخی از کاربران اقدام به خرید مجدد توکن لونا کردند، بی‌خبر از آنکه تعداد زیادی از این ارز دیجیتال در خارج از صرافی است، به محض اینکه امکان واریز مجدد فراهم شد. اما بار دیگر بایننس لونا رو از حال تعلیق در آورد و این بار قیمت به جای اینکه سقوط کنه رشد چشمگیری داشت. بایننس همواره دیدگاه خونسایی داشته و هیچگاه دیدگاه خود را در رابطه با همتایان و همچنین سایر پروژه ها ابراز نکرده است. اما جزئیات پیشنهاد مدیرعامل شبکه ترا برای حل مشکل ترا و لونا چیست؟ مدیر عامل پیشنهاد داد که اعتبار سنجها شبکه را دوباره راه اندازی و مالکیت آن را با 1 میلیارد دلار توکن میان سرمایه گذاران لونا و USD و همچنین یک استخر عمومی برای تامین نقدینگی توسعه های آتی توزیع کنند. به طور دقیق تر 40% توکن های باز توزیع شده به کسانی میرسد که قبل از پایین آمدن USD از 1 دلار روی ارز دیجیتال لونا سرمایه گذاری کرده بودند. 40% دیگر به تناسب میان سرمایه گذاران USD در زمان راه اندازی شبکه جدید پخش می شود. 10% به کسانی می رسد که از زمان کشیده شدن USD به زیر 1 دلار تا درست پیش از توقف فعالیت شبکه ترا ارز لونا هولد کردند و 10% باقی مانده نیز برای توسعه های آتی در یک استخر قرار داده می شود.
مدیرعامل سازنده شبکه تراب ارز دیجیتال لونا درباره اینکه در آینده USDT سرانجام با دلار آمریکا بالاخره یکی خواهد شد یا نه گفت با توجه به رویدادهای نقدینگی اکوسیستم ترا احتمالاً اهمیتی نخواهد داشت که USDT به یک دلار برسد یا خیر. به بیان دیگر اعتماد به این الگوی الگوریتمی ساخت کوین به کلی از بین رفته است. وی در این رابطه توضیح داد اگر پس از کوتاه آمدن آخرین خریداران و فروشندگان خرده قیمت USDT بالاخره با دلار آمریکا یکی شود، سرمایه گذاران لونا آنقدر آسیب دیدن که دیگر اکوسیستمی قادر به آوردن از زیر خاکستر اکوسیستم کنونی نداریم. بر اساس اطلاعاتی به دست آمده از وبسایت کوین مارکت، ارچه کل بازار لونا رشد فوق‌العاده‌ای در این مدت داشته است. این مدیر عامل گفت با اینکه هیچ وجه نمی‌توان ارچه قبلی بلاکچین ترا را به آن برگرداند، برنامه توزیع پیشنهاد شده در این باره می‌تواند بدهی شبکه را به سرمایه‌گذاران و جامعه کاربری و سازندگان وفادار خود پس دهد. این پیشنهاد جدید مدیر عامل شبکه تنها دو روز پس از مقاله‌ای منتشر شد که در آن برنامه‌اش را برای حفظ ارز دلاری USDT بیان کرده بود. همچنین این مدیر عامل در آن مقاله از افزایش ظرفیت ضرب کردن پروتکل ترا در آینده سخن می‌گفت، اما میان جامعه کاربری اقبال چندانی نداشت و شکست خورد. از آن زمان تا کنون نیز قیمت لونا و USDT پیوسته در حال ریزش بودند. ارز دیجیتال لونا با ارزش بازار حدود 1 میلیارد دلار در رتبه 208 بازار قرار داشته و سهم 0.1% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از لونا در این لحظه با قیمت 0.022 دلار با احتساب نرخ تتری 31200 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 3 میلیارد دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر 29% کاهش یافته است. بالاترین قیمت لونا در تاریخ 16 فروردین 1401 معادل 119 دلار بوده که همینک دیگر 100% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش لونا 6.5 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن نزدیک 7 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن لونا معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 25% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات 1 ساعت، 1 روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند، ولی تغییرات 6 ماهه، 1 ساله و 2 ساله روند صعودی داشتند. لطفاً مراقب باشید چون بسیاری از افراد حالا به دنبال خرید لونا هستند و میخوان در این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنند. اما نکاتی هستش که حتما باید بدونید. اگر میخواهید قصد سرمایه گذاری دارید، حتما باید آموزش دیده باشید و بعد از اینکه آموزش دیده باشید، وقتی میخواهید سرمایه گذاری کنید، به اون صرافی که میخواهید سرمایه گذاری کنید توجه کنید. یعنی به اخباری که منتشر میشه راجع به اون صرافی. چرا؟ به دلیل اینکه اگر شما لونا رو خریداری کردید و بعد از اینکه شاید قیمت رفت بالا دوباره بفروشید یا نه. چون بعضی از صرافی‌ها حالا در حال حاضر به وقتی شما لونا میخرید و قیمتش میره بالا شما میتونید به فروش برسونید و قفل هستش، یعنی که فروش کلا قفل هستش و شما فقط میتونید بخرید. اما بعضی صرافی ها میتونید به فروش برسونید ولی در بازار قیمتی پایین. مثلا شما اگر لونا بخرید و لونا قیمتش بره بالا قفل میشه در صرافی و شما نمیتونید به فروش برسونید، اما وقتی قیمت دوباره بیاد پایین میتونید به فروش برسونید. حتما مراقب باشید تا دوچار این مشکلات نشید و لطفا توجه داشته باشید. به گفته کارشناسان لونا نمیتونه برگرده و حالا این روندهای سودی هم که داشت واقعا رشد 1000% و حتی 2000% هم داشت، 2000% هم رشد کرد، ولی به دلیل این بود که تعداد افراد زیادی اومدن سرمایه گذاری کردن و افرادی که سرمایه گذاری کردن رفت بالا و از اون طرف هم وقتی قیمت روند افزایشی میشه ریزش هم داره که این ریزشش حالا در حال حاضر بودن 24 ساعت هستش آغاز شده و ریزش داره. لطفا مراقب باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.